به نام خداوند عادل و توانا، بعد از جلسات قضایی متعدد به ادامه جلساتی که قبلا قضات محکمه امنیتی عامه سینا فرسته بود، ما به یک سلسله نتایج دست یافتیم که او براتون ابلاغ میشه. ما هیئت قضایی موظف محکمه استیناف ولایت کابل، موظف در قضیه بحران مالی کابل بانک، در حدود صلاحیت خویش طبق فقره دو ماده 267 قانون اجرات جزایی و ماده 54 قانون تشکیل و صلاحیت قوای قضاییه افغانستان و مصوبه شماره مرخصی 8-13-93 شورای عالی ستر محکمه در جلسه قضایی علنی منعقده تاریخی 28-13-93 هجری شمسی متفقاً به حضور داشت طرفین قضیه فیصله شماره اول مرخص 15-12-13-91 صادره محکمه ابتدایی اختصاصی بحران مالی کابل بانک مبنی بر محکومیت اسامیان شیرخان فرنود، خلیل الله فیروزی، محمد قسیم رحیمی، محمد عارف سالک، شیراقا حلیم، محمد طارق مهران، بسم الله محبوب شا فروتن، کمال ناصر کرور، مصطفی مسعودی، ظفرالله فقیری و امین الله خیراندیش را نقض نموده و استینافاً حکم زیل را صادر نموده. شما هر یک محمد طارق میران، ولد غلام فاروق و کمال ناصر کرور، ولد حبیب الله کرور و محبوب شای فروتن، ولد مبارک شارا مطابق ماده 381 قانون جزا به مدت یک سال حبس تنفیزی به شمول ایام نظارت و توقیفی گذشته تان محکومین به مجازات نمودیم و هر واحد شمایان ظفرالله فقیری ولد عیسی خان، شیراقا علیم ولد زین العابدین، بسم الله ولد عبدالمحمد و محمد عارف سالک ولد محمد آصف کارمندان دی افغانستان بانک را در خصوص عدم اطلاعی وفق هدایت ماده 381 قانون جزا به مدت 6 ماه حبس تنفیزی با شمول ایام نظارت و توقیفی تان محکومین به مجازات نمودیم و مطابق ماده 4 قانون جزا و مطابق ماده 25 قانون اساسی کشور در خصوص اتهام سوء استفاده از صلاحیت وظیفوی نسبت عدم موجودیت دلایل کافی الزام به براءتتان نیز حکم نمودیم. تو محمد قسیم رحیمی ولد عبدالحمید را از اتهامات وارده به نسبت عدم موجودیت دلایل الزام طبق ماده 4 قانون جزا و ماده 25 قانون اساسی برای ذمه شناخته و به براءتت اصدار حکم نمودیم. تو مصطفی مسعودی ولد عبدالرحیم را در قضیه عدم اطلاع دهی مطابق ماده 381 قانون جزا به پرداخت مبلغ 24,000 افغانی جریمه نقدی محکوم به مجازات نمودیم. تو امین الله ولد خلیل الله را
مطابق ماده 381 قانون جزا در قضیه عدم اطلاع دهی حبس گذشته را به حالت کافی دانستیم. و در مورد عبدالقادر فطرت، راجا گوپال، رامچندران، اسمت الله و امان الله حمید، به نسبت اینکه در مرحله ابتدایی حکم بالایشان غیابی صدور یافته و تا الحال حکم ابلاغ و تنفیذ نگردیده، بنان بعد از ابلاغ حکم و تنفیذ حکم ایجاب رسیدگی و صدور حکم در مرحله استنافی را می نماید. و در مورد مسعود خان غازی، محب الله صافی، عبدالبصیر فروغ، انجینر محمد افضل و امین الله خیراندیش، به نسبت اینکه در مرحله استنافی غایب هستند، اندن احضارشان تصمیم استنافی اتخاذ می گردند. اشخاصی که در زمره شرکای شیرخان فرمود و خلیل الله فیروزی در دست برد دارایی های کابل بانک سهیمند و قرار زیل می باشند، شکر الله شکران، معاون هیئت عامل کابل بانک، حاجی شیرین خان، عضو هیئت نظار، امیتاب باسو، عامل شعبه کردید و عضو هیئت عامل کابل بانک، احمد تمیم، مدیر بخش قرضه کابل بانک، ماتو پیجی، عامل مالی کابل بانک و عضو هیئت عامل، عبدالله کرول، مدیر بخش قرضه کابل بانک، دکتر فریدون نورزاد، معاون اسبق و عضو هیئت کابل بانک، جانسن، مشاور ارشد کابل بانک، حسن اکبر، عضو هیئت نظار، جورج، عضو هیئت عامل کابل بانک، ضیاءالحسن، عامل خطرات مالی کابل بانک، احمد جاوید، عضو هیئت نظار کابل بانک، نورخان، عامل خطرات دی افغانستان بانک، نجیب الله امیرزاده، عامل نظارت دی افغانستان بانک، نورالله سیفی، عامل نظارت و ارزیابی کابل بانک، فهیم تراب، کارمند صرافی شاهین در دبی، مورد تعقیب عدلی جدی قرار گیرند. شرکت ها و اشخاصی که در حیف و میل دارایی های کابل بانک تحت عنوان قرضه سهم فعال داشته و به دست برد سپرده های کابل بانک مبادرت ورزیده، در اوراق دوسیه شهرتشان زیلن معرفی گردیده است. حاجی محمد طاهر ظاهر، غلام داود نصیب، صوفی نثار احمد، شکرالله شکران، حیات الله کوکچه، تأسیسات نفتی حیرتان، کابل نفت، شرکت هوایی پامیر، عبدالغفار داوی، گلبهار حبیبی، اخترگل، ملک جان و محمد طاهر، گلبهار تاور، صرافی شاهین، آریانا ستیل، محمود کرزی، عبدالحسین فهیم، ظاهر گروپ، گاز گروپ، جایدادها و دارایی اوشان مطابق فقره 12 ماده 13 قانون تشکیل و صلاحیت سارنواری و مطابق حکم شماره 3 معرخ 9/7/1393 مقام محترم ریاست جمهوری تشخیص، تثبیت الى تعدیه ذمتهایشان منجمد و بلاغ گردد و در صورت تعلل و تأخیر
در تعدیه ذمتشان مورد پیگرد قانونی قرار گیرند. همچنان سارنواری مکلف است تا لیست 227 نفری ارائه کردگی شیرخان فرنود را مورد بررسی جدی قرار دهد. همچنان دو کمپانی خارجی که در اجراعات خیش دقت نکردند که شهرتشان در فیصله ابتدایی درج است و خلاف واقعیت گزارش و راپور ارائه دادند و زمینه را برای بحران مالی کابل‌بانک آماده نموده، نیز قابل تعقیب عدلی می باشند. و همچنین تو شیرخان فرنود، ولد محمد مراد، تو شیرخان فرنود ولد محمد مراد را در قضیه ارتکاب جرم تطهیر پول طبق ماده 48 و رعایت ماده 3 قانون مبارزه علیه تطهیر پول منتشره سال 1383 به مدت 5 سال حبس تنفیذی و در خصوص قضیه ارتکاب جرم اختلاس مطابق فقره 1 ماده 268 قانون جزا به مدت 10 سال حبس تنفیذی از ابتدای ایام نظارت و توقیفی گذشته طوری محکوم به مجازات نموده که مطابق ماده 156 قانون جزا شدیدترین مجازات محکوم بها که همانا مدت 10 سال حبس تنفیذی با شمول ایام نظارت و توقیف گذشته بوده برای تطبیق گردد. و علاوه‌ام مطابق هدایت ماده 273 قانون جزا برد مبلغ 237,384,869.99 دلار آمریکایی وجه اختلاس شده و مبلغ 96,871,210.16 دلار آمریکایی توکیتانه که جمعاً برد مبلغ 334,256,078.6 دلار آمریکایی و با تعدیه جریمه مبلغ 237,384,869.99 دلار آمریکایی معادل وجه اختلاس شده نیز اصدار حکم نمودیم. تو خلیل الله فیروزی ولد فقیر محمد را در قضیه ارتکاب جرم تطهیر پول طبق ماده 48 و رعایت ماده 3 قانون مبارزه علیه تطهیر پول منتشره سال 1383 هجری شمسی به مدت 5 سال حبس تنفیذی و در خصوص قضیه ارتکاب جرم اختلاس مطابق هدایت فقره 1 ماده 268 قانون جزا به مدت 10 سال حبس تنفیذی از ابتدای ایام نظارت و توقیفی گذشته طوری محکوم به مجازات نمودیم که مطابق ماده 156 قانون جزا شدیدترین مجازات محکوم بها که همانا مدت 10 سال حبس تنفیذی با شمول ایام نظارت و توقیفی گذشته بوده برای تطبیق گردد. و علاوه‌ام مطابق هدایت ماده 273 قانون جزا برد مبالغ 137,174,981.43 دلار آمریکایی وجه اختلاس شده و مبلغ 59,457,900
$10.5 امریکایی تکیتانه که جمع برد مبلغ 196 میلیون 632,891.93 دلار امریکایی و به تادیه جریمه مبلغ 137 میلیون 174,980.43 دلار امریکایی معادل وجه اختلاس شده نیز اصدار حکم نمودیم. قابل ذکر است وجوه نقلی که از نزد اسامیان شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی تحصیل گردیده و کذا وجوه پولی و پول نقدی که از درک فروشات جایدادهای مومی الیهیمای مذکوران چی در داخل و یا در خارج کشور تحصیل و به دست آمده است از مجموع محکوم بیها که علیه هر واحد شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی که فوقا اصدار حکم گردید وضع گردد و بعدا بقیه محکوم بیها بالایشان تحصیل شود. قابل یادآوری است وجوه پولی دیگری که بعد از اصدار این حکم از نزد هر واحد دو نفر محکومین فوق ذکر حصول می گردد و نیز از اصل محکومیهایشان قابل وضع دانسته می شود. علاوتاً تمام جایدادهای منقول شیرخان فرنود و خلیل الله فیروزی وفق قرارهای قضای محکمه ابتدائیه به منظور تعبیه ذمتهای مربوطشان اجراءات مقتضی به عمل آید. و البته در اخیر یادآوری کنیم که حق فرجامخواهی یا تمیزطلبی شما محفوظ است. میتونید در میاد قانونی قناعت نکنید و تمیزطلبی کنید. و من الله التوفیق. آخه تمیزطلبی چند روزه؟ قانون براتون اجازه داده و میتونید.